زمین لرزه به بزرگی 8.5 ریشتر در ژاپن و چند کشور دیگر. زلزله خیزترین کشورها کدام کشورهایند؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. در نخست توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. لحظات پیش بی بی سی فارسی نگاشت حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت در افغانستان را از سر گرفته است. متقاضیان پاسپورت تنها می توانند از طریق آنلاین درخواست بدهند و وقت مصاحبه بگیرند. نورالله پتمن سخنگوی اداره پاسپورت حکومت طالبان میگویند در نخست اولویت به کسان داده می شود که قبلا درخواست دادند. او افزوده است این اداره سهولت های را در کار توزیع گذرنامه ایجاد کرده و سعی دارند تا ظرفیت توزیع روزانه را به صدور 10,000 جلد برسانند. توزیع گذرنامه از حدود 5 ماه پیش به دلیل آنچه که طالبان مشکلات فنی خواندند متوقف شده بود. چرا افغانها از برازیل قاچاقی عازم آمریکا و کانادا می شوند؟ شماری از افغانهایی که با ویزای بشردوستانه به برازیل انتقال داده شدند قاچاقی عازم ایالات متحده آمریکا و کانادا می شوند. آنها چرا با وجود داشتن اقامه برازیل به این سفر خطرناک روی آوردند؟ برازیل یکی از کشورهایی بود که به دنبال تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان هزاران تن از افغانهای در معرض خطر را با ویزای بشردوستانه انتقال داد. تینا عظیمی، فعال حقوق زن از ولایت قندوز افغانستان، یکی از افغانهای انتقال یافته به برازیل است. او میگوید که از روی ناامیدی درخواست پذیرش در برازیل را خانه‌پوری کرده بود و از سرانجام توسط این کشور پذیرفته شد. عظیمی میگوید خودش پاسپورت داشت و توانست بعد از 6 ماه از طریق ایران به برازیل سفر نماید، اما اعضای خانوادهش که پاسپورت نداشتند تا کنون در ایران به سر میبرند و پروسه انتقال آنها نیز تحت کار میباشد. این فعال حقوق زن که حالا در یکی از کمپ‌ها در برازیل زندگی میکند میگوید بعد از 1 ماه توانسته اقامه 3 ساله بگیرد و روزانه 3 ساعت مصروف آموزش زبان است. خانم عظیمی گفت با وجود که مسئولان سفارت برازیل در تهران به ما گفته بودند که در برازیل هیچ گونه امتیازی برای شما داده نمی شود، اما در اینجا 500 ریال معادل 100 دلار برای ما پول می دهند. این پول ماهانه داده می شود. این فعال حقوق زن می گوید که درآمد و زمینه کاری در برازیل بسیار محدود است و به همین دلیل شماری از افغانهای انتقال یافته به این کشور قاچاقی عازم ایالات متحده آمریکا و کانادا می شوند. عظیمی گفت کرایه خانه 100 الی 500 ریال است. مصارف ماهانه یک شخص 300 ریال می باشد. درآمد کم است. یک نفر کار کند 600 ریال درآمد خواهد داشت که مصارف خانواده را کفایت می کند، اما نمی تواند به دیگر اعضای فامیل در افغانستان کمک کند. تعداد افغانهای انتقال یافته به برازیل مشخص نیست، اما اواخر سال گذشته گزارش شد که برازیل حدود 6,000 ویزای بشردوستانه به افغانها را تایید کرده است. حسین علیزاده یکی از افغانهایی است که بعد از انتقال به برازیل با ویزای بشردوستانه به صورت قاچاقی به ایالات متحده آمریکا رفته است. او گفت 2 ماه در برازیل بودیم، زبانش خیلی سخت بود، مشکل اقتصادی داشتیم، زمینه کار و درآمد کم است و مجبور شدیم که به طرف آمریکا حرکت کنیم. علیزاده بعد و چوله گفت که این سفر خطرناک آنها از برازیل تا ایالات متحده آمریکا 35 شبانه روز طول کشید. مسیر راه خطرناک بود. تعدادی از مهاجران جان باختن، اجساد بو گرفته بودند. مردم بالای اجساد برگ‌های درخت را انداخته بودند. معلوم نیست که اجساد از مهاجران کدام کشورها بودند. این مهاجران افغان برای رسیدن به ایالات متحده آمریکا و کانادا چندین کشور را از طریق آب، خشکه و جنگل با کشتی، موتر و حتی پای پیاده طی می‌کنند. علیزاده در مورد مشکلات این سفر قاچاقی گفت 8 شبانه روز را در جنگل‌های پاناما پیاده آمدیم، خیلی خطرناک بود. علیزاده میگوید که این سفر قاچاقی بدون قاچاقبر ممکن نیست و آنها را 2 قاچاقبر همراهی می‌کرد. ما یک تیم 300 نفری از کشورهای مختلف بودیم، 8 نفر افغان بودیم. قاچاقبران از هر کشوری که ما را عبور می‌دادند 200 الی 250 دلار می‌گرفتند. به این ترتیب علیزاده توانست با مصرف 4,000 دلار آمریکایی خود را به ایالات میشیگان ایالات متحده آمریکا برساند. او حالا مصروف آموختن زبان است و امیدوار است که قبولی و اجازه کار بگیرد.
آمریکا از سال 2021 میلادی تا کنون بیش از 76 هزار نفر از همکاران محلی و افراد آسیب پذیر را از افغانستان انتقال داده است. اما هنوز هم تعداد زیادی که از سوی آمریکایی ها در کشورهای سومی مانند پاکستان، امارات متحده عربی و آلبانیا انتقال داده شده بودند، بی صبرانه منتظر ادامه سفر به ایالات متحده آمریکا می باشند. احتمال زمین لرزه شدیدتر از ترکیه و از سوریه در ژاپن و اندونزیا. رسانه ها اعلام کردند که بر اساس پیشبینی فرانک هوکربیتس، دانشمند هالندی، احتمال وقوع زمین لرزه به بزرگی 8.5 درجه ریشتر در ژاپن و چند کشور دیگر وجود دارد. پیک آفتاب می نگارد. فرانک هوگربیتس، دانشمند هالندی، پیشبینی کرده که در آینده نزدیک زمین لرزه به بزرگی 8.5 ریشتر در ژاپن، کامچاکتا، اندونزیا و جزیره گوریل رو خواهد داد. او گفته است که این زمین لرزه به دلیل همگرایی هندسه زمین با عطارد و زحل رو خواهد داد. فرانک هوگربیتس پس از وقوع زمین لرزه ترکیه شهرت یافت. زمین لرزه بزرگی که اکثریت شهرهای ترکیه و سوریه را کاملا ویران کرد و خسارات انگفتمانی و جانی بر این دو کشور وارد کرد. 3 روز پیش از وقوع آن توسط این دانشمند هالندی پیش بینی شده بود. در حالی که دانشمندان روسی نسبت به پیشبینی هوگربیتس واکنش نشان داده و در عین حال مؤسسه تیوری نیز پیشبینی زمین لرزه توسط هوگربیتس را فالبینی نامیده بود، اما پس از وقوع آن و افزایش تلفات و خسارات برجامانده جهان متوجه دقت پیشبینی دانشمند هالندی شد. پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.8 ریشتر در بخش‌های از ترکیه و سوریه، اکنون مردم در سراسر جهان وحشت زده شدند. زلزله خیزترین کشورهای جهان طی 3 دهه اخیر. العین فارسی می نگارد. به ترتیب کشورهای چین، اندونزی، ایران، ژاپن، آمریکا، ترکیه، هند 7 کشور زلزله خیزترین دنیا محسوب می شوند. در این انفوگرافیک به زلزله ترین کشورهای جهان 3 دهه اخیر اشاره شده است. چین با 182 زلزله در صدر فهرست زلزله خیزترین کشورهای جهان طی 3 دهه اخیر قرار دارد. به همین دلیل تقریبا نیمه از تمامی مرگ و میر ناشی از زلزله همیشه متعلق به این کشور بوده است. اندونزی، کشور اندونزی که در حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد، در رتبه دوم از نظر تعداد زلزله، یعنی 161 زلزله قرار گرفته است. ایران که در محل برخورد دو صفحه تکتونیکی عربستان سعودی و روسیه قرار می گیرد، با 108 زلزله در رتبه سوم از نظر تعداد زلزله قرار گرفته است. ژاپن، کشور ژاپن که روی یکی از زلزله خیزترین نقاط کره زمین، یعنی حلقه آتش اقیانوس آرام قرار گرفته است، با 94 زلزله در رتبه چهارم قرار گرفته است. آمریکا، کشور آمریکا با 77 زلزله در رتبه پنجم قرار دارد. ششم، کشور ترکیه که روز دوشنبه هفته جاری توسط زلزله 7.8 ریشتری به شدت لرزانده شده، با 58 زلزله در رتبه ششم قرار گرفته است. 7. هند که دومین کشور پر جمعیت دنیاست و به همین دلیل پتانسیل تلفات جانی ناشی از زلزله در این کشور بسیار بالا است، با 57 زلزله در رتبه هفتم قرار گرفته است. گفتنی است که این کشورها در فاصله بین سالهای 1990 تا 2022 بیشترین زلزله را از نظر تعداد تجربه کردند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. به درود.